بحث جنگ خلیج فارس میدونی که هدف دشمن این بود که اون شارگ حیاتی رو قطع بکنه، یعنی نذاره نفت بره توی تنگه عمرمز، چون کشتی ها بیمه هم نمی کردن میرفتن توی تنگه عمرمز محموله نفتیشون رو تحویل میدادن اومدن و بیمه هم نمی شد. شهید بابایی خدا رحمتش کنه واقعا یه استراتژیست بود، این اومد برای اینکه ساعت پروازها رو کم بکنه و هوا بیشتر بتونن بپرن و زودتر برسن و این شارگ حیاتی رو نجات بده، کشتی ها رو اسکورت کنه، دستور داد F-14 ها منتقل بشن برن امیدیه دیگه بوشهر، قرارگاه رد و اونجا تشکیل قرارگاه رد و امیدیه، اون بحث برومرزی و اون لاف بامبینگ و F-5 و F-14 و F-4 بود، ولی در بحث این شارگ حیاتی هوا رو منتقل کرد. هوا قبلا اصفهان و شیراز بود، زمان می‌برد تا برسن و باید هم ساعت زمان زیادی پرواز میکردن، سوختگیری هوایی میکردن تا بتونن بمونن وگر نمیشون. ما هم رفتیم اونجا برای پرواز همین ارزم خدمتون تا توی تنگه دیگه حمایت بله. از نفکش ها اسکورت نفکش ها یکی از پرواز ها اسکرمبل میزدن، ما بلا فاصله بلند میشدیم. پرواز اسکرمبل هوایی F-14 15 دقیقه بود طبق کتاب. ما این رو در بوشهر به جایی رسوندیم، حالا بالاخره یه خورده سرعت اولمون رو زیاد کرده بودیم، ما 7 دقیقه هم یعنی تقریبا کمتر از نصف با هوای F-14 بلند می‌شدیم، سعی می‌کردیم که سریع بریم. و اون روز هم با آقای نصیرزاده که الان جانشین سردار باقری رئیس کل ستاد نیروهای مسلح، الان ایشون اصلا شاگرد من بود توی F-14، چون کابین آقا من بود، با هم رفتیم برای پرواز اسکرمبل زدیم. بلند شدیم اسکرمبل به طرف هدف و هدف ها داشتن میمدن برای زدن کشتی ها، گروه پشتسریشون هم برای زدن جزیره خارک، هر یک گروه همون. اینا وقتی که F-14 رو میگفتن بلند میشن، مأموریت چیزشون رو از ما کنسل میکردن، برمیگشتن. اینطور که میگم با اونایی که میخواستن میان برای بمباران، اینها برگشتن، این کشتی زنا اومده بودن که کشتی رو بزنن، حالا یا برعکس اینطوری تو ذهنمه. آقای نصیرزاده بسیار خلبان، بسیار با سواد و خیلی هم نترس، با جرأت، خیلی آدم لذت می‌برد، چون پرواز که می‌کردی باید یکی بود که با دستگاه‌های در کابین عقب، دستگاه‌های رهگیری و اینا همه عقب بود دیگه. بعد کار نداریم مانور برای اینکه کوتاه کنم، ما مانورهای قشنگی رو انجام دادیم و در موقعیتی قرار گرفتیم، بهترین موقعیت که آبهای عراقی رو بزنیم و داشت میومد میراج عراقیمون، نمیدونستیم میراجه ولی توی آبما گرفته بودیم قشنگ قفل راداری، نزدیک شدیم، نصیرزاده گفت بزنیم، چون میتونست نصیرزادم از کابین عقب بزنه و من آرمم کرده بودم، سیستم آرم کرده بودم، هم کابین عقب بزنم کابین جلو، گفتم نه نه صبر کن، چون دستوریم بود که کمتر موشک بزنیم 100% مطمئن بشیم، ولی میدونی هیچ چیز 100% نی، مطمئن بشیم و ببینیم بزنیم یه خود سب. رفتیم جلوتر و ما رو دیدیم و موشک رو فایر کردیم و موشک رو که زدیم ما دوتا بودن که پشت سر هم دوتا، این اولی رو ما زدیم، یعنی این دفعه اولی رو زدیم، خلبان پرید بیرون، خلبان پرید بیرون، قشنگ معلوم بود خلبان چترش باز شد، ولی اون یکی برک کرد، اونی که پشت سرش بود با فاصله بود برک کرد، تو رادار هم ما دیدیم برگشت و رو به میهن به قول من رو پشت به دشمن فرار رو به قرار ترجیح داد، که بعدها گفتن حتی این هم به دلیل اینکه حالا بمباشو دیر رها کرده بود و اینها حالا چه جوری شده بود، این هم قبل از اینکه به کویت برسه خورده زمین اینطوری بود، ولی ما یه چیزی زدیم. این وقتی پرید بیرون کجا بود؟ محل ما جزیره فارسی بودیم، کنار جزیره عربیه، جزیره عربی مال عربستان و اینها، ناو هواپیمابر امریکایی هم تو جزیره عربی اونجا لنگر انداخته بود، اونجا بود و ما نزدیک جزیره فارسی، یعنی تو آبهای بین المللی، این رو زدیم پرید بیرون افتاد و بعد ما برای اینکه چیز بشیم از بوشهر فاصله زیاد بود، باید به بوشهر اطلاع میدادیم آقا بیا خلبان رو برده ببر، نیرو دریایی هلیکوپترش بلند شد که بیاد ببره، خب زمان میبرد، ما سریع اطلاع دادیم روی این خلبان اوربیت کردیم که این اتفاقی براش نیفته تا جا رو نشون بدیم با هلیکوپتر بیاد.
هلیکوپتر داشت میومد، ما دیدیم بنزینمون نمیرسه که بخوایم وایسیم بیشتر از این تا هلیکوپتر برسه. اطلاع دادیم آقا اسکرامبل دوم بلند شه بیاد اینو پوشش بده تا هلیکوپتر برسه. اسکرامبل دوم حسین خلیلی بود با علیرضا برخور، اسکابین عقبش علیرضا برخور هم دوره آقای نصیر زاده، اونا بلند شدن. اونا که بلند شدن ما گفتیم ماریم ترک میکنیم هدان هم دیگه، اینا به طرف هلیکوپتر رو بهشون نکاتشو دادیم، ما از این بر رفتیم اینا هم اون اینا بیان اون طرف. اینا که نزدیک شدن هلیکوپتر چیز امریکایی زودتر از ما بوده، فاصله نبود، بلند شد اومد روی چی؟ اینا هم تو رادار میگرفتن، رادار هم از اومد اطلاع داد آقا هلیکوپتر امریکایی بلند شد روی اون نقطه ایه که هواپیماتون هواپیما زدی. بعد برخور شروع کرد به داد و فریاد کردن با اون لحجه انگلیسی، ما بعضا مزاح میکردیم با آجو گفتیم امریکایی به برخور گفته please speak slowly، چون تو اون صحبتی please speak slowly تو چی میگی؟ آقا this is my own water، اومدی توی آبهای ما اونه من و انگلیسی دست باشی کسته، برای چی اومدی؟ نباید این خلبان ما زدیم. و شروع کرد به انگلیسی و فارسی قاطی باتی صحبت کردن، ما به مزاحت نگفته اینو، ما بودیم آمریکایی نفهمیده برخورد چی میگه، میگه پلیز اسپیک زوری، میرم تو چی میگی هستم. آخر آمدم برشم بردم، برشم بردم. بله کتابی نوشتن، حالا یادتون باشه من بتونشون بدم، یک کوپرنامیه، یک کتاب سرنوشت میراژ های عراقی. تو این کتاب تنها اسمی که از خلبانایی که میراژ رو زدم فقط منو نصیرزاده اس برده، سروان اویسی، صدفان نصیرزاده، حالا یا سروان، اینو تو این کتاب اس برده که اینها میراژی زدن که خلبانشو گرفتن، خلبان آمریکایی آوردن. اینه بقیه رو نوشته، چند تا F14 میراژ زده و حتی میراژایی هم که F14 رو زدن تو این کتابی که امریکاییه دارم. تام کوپر دیگه، تام کوپر، آره کتابشو من دارم، نمیدونم شما هم دارید یا نه. من فارسی ترجمه مستنده رو دیدم و خب کتابه من PDF بود تو اینترنت، خود نسخه مکتوبشو در واقع نوشتم. آره من دارم، این با فارسی ترجمه شده، انگلیسیش بود. منظوری که این سندیه که اینا دیگه اقرار کرد هیچ جا ننوشتی مثلا کی زده. این یه خاطره ای از F14 ما بود. من حیفم اومد که از F5 صحبت کردم، دوتا خاطره، چون یاد شهید بزرگوار صمد نقدی و شهید اردستانی و صمد نقدی خیلی با هم نزدیک بودم، خیلی دوست داشت صمد و اردستانی، خیلی دوستش داشت و به عنوان وینگمنش هم بود، هر جا هم می‌خواست به عنوان خلبان بسیار شجاعی بود. حالا یه ذره بی‌انضباط بود، آخه می‌بینیم بعضی این بی‌انضباطی تو جنگ خیلی کمک کرد، یه خورده بی‌انضباط منظور که تو پرواز ها، نه بی‌انضباط چیزی پروازی، مثلا یه دفعه مثلا تو اصفهان ما بودیم، از تو اصفهان لولور میرفت روی خونه‌شون کرج برمیگشت، میمد رادارم نمی‌دیدش، تو همون پرواز با هم پرواز می‌کردیم روی اصفهان. این صمد رو بگم خدمتتون، طوری شد که وقتی یه سانحه داد توی رژه‌ای که چیز بود، یه رژه صمد سانحه داد با یه ویمن جوان، به دلیلی که لولور رفته بودن با حسن از تهران، بعد از رژه برگردن تبریز، لولور میرن و میخورن زمین، هر دو شهید میشن و با این که دوست صمیمی شدن، اردستانی رو بگم مؤثر وایساده بود که اصلا باید این حق او این بی‌انضباطی کرده شهید حسابش نکنیم، دوست صمیمی شد و باید حق حقوق چیزم خسارت آبان رو ازش بگیریم. واقعا اینطور اوائل خیلی جدی بود، بعدن خب نتیجه چی شد؟ آره گرفتن؟ نه 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 حالا اون، ولی واقعا این جدی میگم، نه یه هم مثلا بخواست چیز کنه قیافه بگیرده، آره یعنی واقعا میخواست بگیری بچه ها، دلش میسوخ برای بچه ها که آقا اینطوری مف نخورن، زنی بیهنز درسته، کسی که قهرمان جنگ بوده، مدال فتح داشته و واقعا اردستانی روش حساب میه، برای سرش جایزه تعیین کرد و مفت مسلم یه بی‌انضباطی کوچیک از بین میره، خب دل همه میسوزه، دل اردستانی هم به خاطر دلش میسوخ که میخواست دیگران اون قهرمانان دیگر از دست نده. خیلی ها این کارا کرد، مثلا اردستانی بعضی موقع خیلی ها باش مخالفت کردن، بعضی از جنگ فرار کرده بودن، اردستانی ها گفت بعد این هم استفاده کنیم، این هم بود گفت این باید ازش استفاده، این تجربه بالایی داره باید ازش، فرار کرده بودن همه مخالفت کردن، آقا این فلان جهده بیسایی گونه خیر آقا این بیاد و وایساد باش،
که اینا بیان از تجربه اینا استفاده کنن. حالا اشتباه کرده اینم اون بنده خدایی که برگشت اوکی بود، یعنی این کارا رو انجام داد و آره. بی انگیزه نبود که بخواد مثلا از زیر کار در بره و این صحبت نه بود. نه توی آموزش و اینا خوب عمل کرد خداییش، یعنی جواب آره بیش بهترم داد خداییش بهتر و قلمانای بالاخره حالا بالاخره یکی جنبش یه جور دیگه میترسه بالاخره این از این حالا از این صمد نقدی بگیم صمد آدم اهل مزمزاه بود. ما صمد نقدی توی تپه تیمسار با هم دیگه بودیم، میرفتن هر روز یکی دو تا شهید میشدن میومدن گریه زاری ها تموم شده بود دیگه، شوخی میکردیم میخندید اینا. یه روز دیدیم صمد نقدی اومد گفتش که بچه‌ها من توی شهر بودم یه پیرزنه گفته که من یه شربت بهلیمو به من داده، گفته من اینو نظر خلبانا کردم. حتی میومدن در پایگاه نظری میدادن، تخم مرغ میدادن، نمیدونم واقعا میوه می آوردن، گوسفند می آوردن، می کشتن ملت. اینو دیده بودیم. گفت اینم نصب کرده برای خلبان. حالا چون گفته بعد همه خلبانا بخورن. این یه ذره هم که همتون جامون چند تعدادمون زیاد بود. گفت بعد میریزم توی صد ریخ توی صد 20 لیتر آب اینو. یه انقدر شربت به لیمو نیم لیتر هم نبود. توی 20 لیتر آب همه زد و همه بعد بخورن. آدم شوخ طبعی بود. همه دو لیوانی خورد. همه جا خوردن تموم شد. گفت بچه‌ها من سرم درد گرفت. نکنه این پیرزن عراقی بوده. آقا اینا که گفت یه ده همه سرده، من خودم اونجا بودم، منم سرم دردی. یکی که حالش به هم خورد، حال تعبا، یعنی تلقین ها، همین که شد بگیر ببن حفاظت اطلاعات و دکتر و پزشک و ریختم بگیر ببن، رسیدم به این گفت آقا به خدا رفتم خودم خریدم، میخواستم بخندونم اینا. هر روز ما یه سانحه داریم، یه شهید داریم، میخواستیم بخندیم مزاح کنیم. بریم الان مقالی که خریدم بهتون نشون میدم، من خودم خریدم. کسی باور نمی کرد. آها حالا که گندش در اومده خودت خریدی، دیگه کسی باور نمی کرد. تا این شد که این شربت رو بردن آزمایش و همه آزمایش ها روش انجام دادن، گفتن آقا شربت بهلیمان تو این پیدا نکردیم، از تای استکانا و لیوانا و از تای سینی آبا رو جمع کردن، گفتن شربت بهلیمان توش نی، این آب خالیه. با آب خالی یه دسته سردری یه همچین مزاها بود. یا اینجا یا از صمد بالاساده بگیم، اونم شجاع بود، خیلی فرد شجاعی بود که من خدمتون عرض کردم. ما یه پروازم با همدیگه ما ست میکردن مأموریت رو، گفته بودن مثلا با صمد تو برو، صمد هم تازه لیدر سه شد و لید میذاشتن تو پروازا، ما رو گذاشته بودن چند تا پرواز. یه پروازا ما رفتیم چیز دسفول، توی دسفول صمد بالازاده صبح بلند میشد استخ آب داشت شیرجه میکرد چلا میکرد بعد میاد صبحونه میخوره میخور. ما برای مزا آب استخ و شبونه خالی کردیم، ولی شانس آوردیم همش خالی نشد. صمد بالازاده صبح بلند میشه شیرجه میکنه تو استخ، استخی که آب حالا شانس آوردیم یه تیکش مونده بود، باز مغز خورده بود کف استخ که باور کنیم بیهوش. و ما بالاخره بردیم دکتر رو بگیر به من، گران شد از گران جای چند روزی مونده بود. شوخی برای چه سالی بود این اتفاق؟ این صحبت سال 62 62 بود. آره 62 61. بالازاده تا آخر جنگ هم پرواز کرد. بالازاده تا آخر جنگ، بالازاده میدین از اونایی بود که بازخریدش کردن بله. برگشت اومد این تا آخر جنگ پرواز کرد، حتی بعد از جنگ هم ماموریت برون مرزی انجام داد بعد از جنگ. پس این گران شدنش مدت زیادی نبود دیگه؟ نه یه چند روزی گران شد، باید میشد آقا که سرش خیلی ورم کرده بود، واقعا ورم کرده بود، میخواست پرواز کنه، ما نمیذاشتیم. دکتر گفت آقا نمیتونیم با اون حال. میگفت پرواز میکنم، هیچیم نی. آدم قوی بود، اصلا چیزی حالیش نبود. میگفت من پرواز میکنم. گفتن آقا نه گراندی، دکتر که گراند کنه که نمیذارن دیگه. با مکافات خودش رفت باز از گراندی خودش در آورد، یعنی زودتر از موعد. یه آدم بسیار قوی بود تو این قضایی. اینم حالا اینا که گفتین از افنجی، اگر میشه اون خاطره هم که با جناب آقای فرهناک دارین یکی از فرهناک بگم. ما افنج میمدیم دسپول، سه هفته دسپول بودیم، بعد برای استراحتمون یه هفته میمدیم تهران، یه هفته میمدیم تهران بوشه چیز تهران آلرتی میدادیم. من اگر اشتباه نکنم با تقوی بودم، اسکرامبل زدم بلند شدیم، اشتباه کرده بود. اسم اسکرامبل اسکار بود. اسکار
هم F4 بودم F5. اینا نگو F4 رو می‌خواستم بلند کنم، اسکرمبل که سوتو که کشیدم ما رفتیم رو هوا، بلند شدیم. حالا نمیدونم یا با وارسته بود یا با تقوی، حالا تو ذهنم نی، ما یه بلند شدیم رفتیم و بعد یه خودی که رد شدیم گفتن رادار که آقا F5 برای چی بلند شدیم، ما F4 رو بلند کردیم. اسکار منظورمون F4 بود، چون تایم ما شروع نشد، ما باید از ساعت 7 صبح به بعد ما بودیم، ما زودتر اومده بودیم همین تا آژیر شنیدی بکنیم معلومات، نگو 7 صبح به بعد ما تحویل می‌گرفتیم اونجا رو، بعد قبل از 7 بعد F4 میاد. اونا هم برای F4 زدن، ولی ما اسکار قبول کردن، تیکاف کردیم. تیکاف کردن گفتن نه اشتباه برگرد، هوا ما سنگین، وزن سنگین، حالا باید بیم بشین. ببین شد اینکه میگین سنگین، یعنی بنزین پره، موشک داره روش و هوای سنگینه. F5 که برای آلرت بلند میشد، خب دو تا که سر بالش بود، بله. ساید باندر بود دیگه. دو تا ساید باندر. دیگه زیرش چی می‌بستن؟ تانک سنر تانک بود، 270 سنر رو می‌بردیم بخور. سنر تانک 270 گالون بنزین بود، بله. پره بنزین. هوا اینکه غیر از این دو تا موشک دیگه موشکی دیگه نداشت. نه هیچی نبود. ما بعد میگم این هوا سنگین بود، بنزین رو سبک می‌کردیم، ولی بعد می‌اومدیم می‌شستیم. اومدیم برای نشستن، صبح زود بوده دیگه، گفته بودم مثل که به این آقای فرهنای، عبدالله فرهنای، که آقا F5 داره میاد بشینه. فرهنای تعریف میکرد، خود بعدم برای ما تعریف کرد که آقا من دنبال کلید کاروان میکشتم که برم تو کاروان، شما میایی بشینی مثلا افسر کاروان باشه، هدایت بکنه. خودش هم میگه من داشتم شما رو میدیدم و میدونستم که شما توی بیس داری میگردی، هوا سنگینه و من خودم این تجربه رو داشتم، احتمالی که هر آن استال کنی بخوری زمین هست، هوا سنگینه و تایت میگشتی. راستم گفتم ما کم تجربه، مثل هواپیمایی داشتم میگشتم که بنزینش سبکه، سنرش خالیه، سبکه. بیخیال مثل اون بودین شما، یعنی حواستون هم بیخیال بودین؟ نه بیخیالی که تجربه منم کم بودی، خودم بیخیال همینطوری میمدیم دیگه. بعد اون تجربه بالایی داشت، اون داشت نگاه میکرد میگفت آقا میزدم تو سرم شیشه رو بشکنم چیکار کنم، به تو گوهران بدم که گوهران کن نگرد اینطوری داری. بعد میگردی هر آن، آخه یه عظیمی بود، محمود عظیمی تو همون با F5 توی فاینال تر خورد زمین دیگه، با یکی دیگه بود با دوغی مقدم اگه اشتباه نکنم، اینا به خاطر همین گردش شدید توی بیس آبون خورد زمین، حتی آبونهای اونا AOB بود، مال ما ای بود. بعد میگم میزده با خودم دو سه بار، دو باری چک کردم، بار سوم داره نمیم یا بار چک میگفت دیگه دیدم از طرزی که ایجک نکنه هوا، دو تا موتور F5 رفت، من هم خلبان F4 بوده، فرهنگی هم F5، دو تا موتور F5 رفت، من هوا رو آوردم نشوندم، از دیگه ایجک نکردم، از طرزی که یه دفعه تو کوهای دماوند میگو پدرم در اومد تا اومدم من رو نجات بدم قبل از انقلاب. اینجا هم میگو میخواستم بهت گوهرمان بدم، بعد میگفت دیگه من کلید رو پیدا نکردم تا دیگه اومدی نشستی، اومد بر من تعریف کردی آقا وقتی هوا سنگینه باید بیس تو یه خود وایدتر بگیری، مثل سی 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 بگردی، مثل ترابری دیگه، شکاری نیستی تو، هوای سنگینه تو، این هوایی که بنزینش تموم شده تو اومدی گشتی، اونم F5 لیف نداره، بال نداره، خیلی سری میخوره زمینم. از آیه فرهناک بگیم، ما یه پرواز دیگه هم از عرفانی بگم، از عرفانی زیاد صحبت نکردم، عرفانی جانشین نیرو همیشه وقتی بر ما تعریف میکرد به شما میشه تو F5 میگو آقا بهترین شغل جانشینیه، اختیارات الا ماشاءالله، مسئولیت کم، خودش هم بیشتری جانشینی رو داشت و خیلی هم آدم خاصی بود و آدم با تجربه ای هم بود. از اینم بگم خدمتون، روز اول فروردین من و ایشون اسکرامبل بودیم. چه سالی اول فروردین؟ اول فروردین 62 یعنی روز اول من سال 62 اسکرامبل زدم. ما تو آلرت بودیم، اتفاقا سال تحویل تو آلرت بودیم، که همه بعدم شد اول فروردین ما تو آلرت با ایشون بودیم جفتم، پایگاه تبریز، پایگاه تبریز اسکرم بزن بلند شدیم رفتیم و تارگت برگشت رو ما یه خود پرواز کردیم روی دریاچه و اینا، 2000 خون بنزین اون شد، گفتم باید برگردیم داشتیم برمیدیم به طرفی که بریم بشینیم دیگه بنزینمون به اندازه شو، بعد برمیگردیم، یه دفعه رادار گفت آقا اینا دوباره، تو دیدم ما داریم برمیگردیم، گفتن اومدن. اون سالار جاف یه موقع میگفتن یکی بود که از این مخالفین اون طرف های اون کردستان و اینا، یه دهی بود یادم نیست اسمش، یادم رفته، اون طرف ها گفتن دوتا تارگت،
دره میاد به طرف ما ارتفاع پایین. آقا عرفانی هم برگشت و ما هم تو بالش انداخت کف زمین، ده برو که رفتی به طرف اینا کف زمین، بریم به طرف اینا که این اینا که دارن میان دوتا دورو. بنزین داره کم میشه، منم بنزین نگاه کردم، من دیدم بنزین شد 1800 پوند، ما 2000 پوند برگرد. گفتم شماره دو 1800، یعنی بنزین هم گفتم. گفت راجر بویه، منم میشه خودم بودم راجر که نشد کار بنزین کم. آخو راجر به خودت تو دلم میگم راجر یعنی چی؟ آخو بنزین کمی داره بیره هنوز کپ سمین، 1800 پوند بنزین خیلی کمه تو افمن. بعد این داره میره شد 1500 پوند بنزین. گفتم نامبر تو حالت قلب ما داره تاپ تاپ میزنه، تجربه اون ندارم من، بنزین برام همین، فقط به بنزین نگاه میکردم و به این چسبیده بودم کف زمین نخورم زمین، یه خود بالا قشنگ اونم کف زمین باور کن بوده 50 پایین تو را میپری خیلی قلبان خون. بعد گفتم نامبر تو بنزین فیول 1500. گفت شات اپ محکم. یعنی چی شاتا؟ خفه شو خب یعنی چی شاتا؟ من اصلا شوخی ندارم با کسی، گفتم جهنم، میپریم بیرون آخر یقهی نمیگیری بریزه بریم دیگه. یه حرف نزدم، ناراحت شدم که این ولی جون من خرید بعد به من تجربه بزرگی، واقعا ناراحت شدم موقع. آقا برو برو برو، رفتیم رفتیم داخل خاک عراق، داخل خاک عراق دنبال اونا رفتن، فرار کردن تا اینا فهمیدن که ما دنبالشونیم، رو به می هم پشت به دشمن فرار رفت تو خاک عراق. آقا تو خاک عراق حالا چیکار داری؟ برگردیم بیایم که بنزین ما که من دیگه هر وقت ناراحت بودم دیگه. اومد بعد از تو خاک عراق اومدیم برگشتیم تو ایران و اونا رفتن دیگه دور شدن. هی رادارم گفت برگردید برگردید مرز رو رد نکنید. بالاخره آخر سرم مامجی این جواب نمیداد. عرفانی هم خیلی بد اخلاق بود، خیلی بد اخلاق، یعنی مثلا داستانی داشت. برگشتیم اون کشید بالا خیلی هنرمندانه و قشنگ که طوری اومد که ما به موقع برسیم تو بنزین، حالا این داره کم میشه رسید به. حالا من یه بار دیگه هم گفتم که بلند به من گفت، گفتم شات آف. یه دفعه دیگه بهش بنزین گفتم شات آف، همین فارسی و انگلیسی باشه دیگه. اومدیم دیدیم 300 پوند بنزین، خدایا اومدیم قشنگ پرواز کرد قشنگ، یا ما رو گوش تو فاینال. آقای بقایی و اون نیروی اسبقم تو کاروان بود، ایشون تازه معلم شده بود تو کاروان. بقایی از نظر درجه ای از عرفانی قدیمی تر بود درجه ای، چون از آشنا ولی از نظر پروازی نه، عرفانی قدیمی تر. اومدیم تو فاینال و بقایی هم توی کاروان بود. اومدیم و من تا باند دیدم مثل که امام رضا، یعنی حرم امام رضا دیدم خوشحال گفتم دیگه خیلی خوشحال شدم دیگه بنزینه دیگه میدونم میرسه. تا باندو دیدم اینطوری که آدم نامبر تو فیلد اینساید، اجازه بدی من برم بشینم. بعد دیگه فارسی گفت خفشو بلند، خفشو حرف نزن، پروازتو بکن آه تو فره. ای بابا آقا من باندو دیدم بذار بریم بشینم. گفتیم اومدیم و من رو آورد وینگ لندینگ، یعنی خیالش راحت بشه، چون اگه من گوهرام میکردم و هم میپریدم بیرون بنزین نبود هیچ، من با 100 پوند بنزین نشستم، ولی اون بنزینش بیشتر بود چون من شماره دو بعد تلمبه میزدیم معمولا بنزین کمتر بود. نشون منو منم وقتی نشستم فقط یهو دیدم اون رب من همین که پاور کشیدم سه چرخ ما خور زمین. بعد معمولا تو وینگ لندینگ اینطوری ما ممکنه سه چرخ بخور زمین، اون رفت و یه دور سری زد و پشت سر من اومد نشست. اومد نشست بعد تیمسار بقایی من گفت والی سه چرخ زدی زمین ها. بعد عرفانی هم پشت سر من بود، از چتر کلا اومده بودیم تو کاروان بود. گاه بلش کن بابا بلش کن بیا بریم وینگ لندینگ بعد سه چرخ بزنی زمین، یعنی تحویل نمیگیره، یه آنجی سیستمش اینطوری بود. اونم یه تجربه بسیار بزرگ، دو بار جون من و این آی عرفانی نجات داد تو پرواز و واقعا اون موقع ناراحت بودم ولی همیشه داشت میکنم با بد اخلاقش و اینا. آدم خاصی بود، مثلا من تازه رفتم تبریز سلام میکردم و جواب نمیدم، جام سبا سلام علیکم سربام، جام سبا نو بلش کن آقا دیگه سلام نمیکنم.
بعد یه روز دیدم یکی اومد دست اینا بیاد آقا والی اسم کوچی آقا والی چطوری تبریز خوش میگذره فلان ای آقا تا دیروز با سلام میگن جواب نمیدادی چی شد دوباره را ما دوباره دو روز گفتیم پرسیدیم آقا این چجوری با آقا این اخلاقش اینطوریه بد اخلاقه بعضی موقع اینطوری ولی خلبان بسیار خوبیه دفعه دیگه هم با محبی ما بودیم همین اتفاق افتاد که ما رو محبی لید بود چون به من اطمینان لید رو داد به من من اومدم با ما بشین هوا خراب شد آقای عرفانی هم تو پرواز بود تو پرواز بود به عطا مورد به فهمده گردان بود عطا شماره دوت بشینه هوا خیلی خرابه بعد تو هم پشت سرش بشین سری ما اومدم نزدیک شدم لید دست من بود قشنگ اومدم نمیگه خود کج اومدم گوهران کردم گوهران موتور داد رفتم تو هم رفتم تو هم نگو من رو سر عرفانی رد شدم بدونی که بفهمم عرفانی رو گفت عطا بگن عطا ما بگو عطا موتور رو بکش عقب بهت برسم خودم هم والی هم اوویسی هم گفتش که چرا نشستش حالا به عطا داد میزد به منم عطا چرا این نشست گفت حالا بالاخره اومدیم آقا تکم خاموش کرده رفته چیز ربکان پی آر میگه من شما رو ندارم اینم فوش میداد فوش میداد آقا من دارم گم شدم نه بنزین من خوب بود بنزین اون کم بود اون اف بود و با همین ابراهیم زاده که گفتم شهید شد کابین جلوش و این معلمش بود بالاخره اومد سوراخ سنبه ما هم چسبیدیم 90 درجه بنگ توی ابر و اینا مانور میکرد منم چسبیدم فقط امیدم این بود غیر از این من میرفتم همدان میشستم تجربه رفتنم نداشتم چسبیدم اینم به من گفت فقط تو جونت نجات دادی فقط خوب به من چسبیدی من نمیدونم چیکار میکنم مینداخت پایین بالا سوراخ به این سوراخ اون سوراخ بالاخره اومدیم باندو پیدا کردیم باندو پیدا کردیم و بعد اومدیم نشستیم یعنی اونجا هم اومدیم نشستیم کتک چیزی نزد شما کتک نزد نه چون اونجا دیگه رفیق شده بودیم تنها کسی که این عرفانی وقتی ازدواج کرد تنها کسی رو که دعوت کرد خونش من بودم یعنی با من خیلی خیلی من بعد به من چون متأهل بودم دیگه گفتم که آقا جان سلام من شما رو دعوت نمیکنم خونم چون فرد حرف حدیث که آقا فهمده گردان اینا رفت آمد دارن اگه امتیازی به من بدی من واقعا رفت آمده گفتم من ببخشا این بیادب نیستم که شما من دعوت کردی منم شما رو دعوت کنم ولی اجازه بدی من این کار نمیکنم و قبول کرد خیلی منو دوست داشت واقعا میخوام بگم و همیشه هم دعاش میکنم اونجا اومدیم نشستیم عطا محبی فکر کرد که رادار ما رو آورده نشونده به رادارم دید ما نشستیم گفت خیلی خوب حالا تو بیا بیا یه دفعه عطا محبی دیدی دارم میخورم به کوه داشته میخورده به کوه عباس علمی توی شهر بوده میزنه تو سری که آقای هوا خورد به کوه یه دفعه محبی میبینه که داره میخوره به کوه برمیگرده و پایگاه رو پیدا میکنه میشه میگه من فکر کردم شما رو رادار آورده